دارین آیا الله چی میگه و تنظحب کن. شما با استهزا و تمسخر میخنده حالا تب کن گریه از درش خدا نمی کنه. چشیدم ترخ بود، هر گناهی که تو تصور کنی من چشیدم ترخ بود، هر گناهی که انجام دادم ناآرامی من بیشتر شد، بیقراری من بیشتر شد. وقتی که من جوان شده بودم همون وقت برمیگشتم به سمت خدا. بعد از جوانی من تقریبا 12 سال میگذرم، 12 سال من جاری شد، دیگه شروع کردم به گریه کردن. گفت به خدا قسم این شب آغاز منفجر شدن چشمه های چشم من بود. گفت دیگر نه شب بدون گریه بودن نه روز. به یادم آمده که خدا میگه همه تان داخل جهنم میروید، بعضی تان بیرون میشوید، بعضی تان داخل جهنم میمانید. اما من نمیدانم که خدا ورود را گفته. ای داستان میه امر خالد می جوان بود، خودش میگه هیچ دروازه ای نبود در 26 سال، هیچ دروازه گناه نبود که نزده باشه. گفت هر روز بیشتر و بیشتر از خدا دور میشدم، راه را گم کرده بودم، هیچ که نبود دست من را بگیرد و خدا به من زن داده بود که از من بدتر بود. اون نه تنها که مرا یاری به سمت خدا نمیکرد، بلکه به سمت جهنم مرا یاری میکرد. من هم ارتباط داشتم با صدها تا، زن من هم ارتباط داشت با بچه ها. گفت هر جایی که فسق و فجور بود شبانه می رفتیم و روزانه با اونجا می رفتیم با چند تا دوستهایی که از خدا بی خبر بودن. جوان از دوست ناخلف بترس، جوان از دوستی که خدا نمی شناست فرار بکن، جوان از دوستی که تو را ایمانت را منفجر می کند فرار بکن. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. جوان عزیز نگو دوستش دارم، به خدا داخل قبر به همراهت نمی آید. به خدا قسم از طرف تو جواب نکیر و منکر را نمی دهد. به خدا قسم روز قیامت آماده نمی شود یک حسنه برای تو بدهد. فریبش را نخور. اون جوانه، اون رفیقه که تو را به سمت بیدینی، به سمت بی خدایی میکشد، از او فرار بکن. گفت چند تا رفیق داشتم، اینا در حقیقت تیزاب ایمان من بودن، فقط هر وقتی که به اینها میرسیدم تیزاب سر ایمان من میپاشیدن. گفت آنقدر بی خدا شدم، آنقدر دور شدم، آنقدر دور شدم هر روز، و میخواستم زن خود را طلاق بدهم چون این مایه بدبختی من شده بود، چون بی حجاب بود، غیرت هم به من نمانده بود، حیا به این نمانده بود. گفت من چون در کشورهای اروپایی زندگی میکردم به من میگفت که اگر طلاق بدهی من خودکشی میکنم و جرم خود را به سر تو میاندازم. گفت از ترس این کار را نمیکردم. گفت دلم دیگه تیره و تار شده بود، جز تاریکی چیزی نمیدیدم، هر طرف نگاه میکردم، افسردگی، گناه. تا اینکه بهانه پیدا شد، خود این زن از من طلاق خواست. گفت وقتی این زن طلاق از من گرفت دیگه این ابتدایی بود که خدا دست خود را دراز کرده که دست مرا بگیرد. عزیز من، خدا را اگر خوب نمیشناسی پیدایش نکردی. یک بار پیدا بکن در زندگی خودت. در وقت مصیبت اگر ببینی که اون چقدر بزرگوار است، 50 سال و 40 سال معصیت، گناه، دورخوابیدن، جنگ شدن از خدا، وقت مصیبت، وقت درد و رنج، همون وقتم الله الله میگه درد تسکین میشه. وعده ایش چی است؟ بنده دستت را بده تا دنیا را برات فتح بکنم. این وعده ایش است، بنده دستت را بده تا
تو دنیا را برایت فتح کنم، بنده دستت را بده تا ناممکنها را برایت ممکن کنم. این وعدهش است. گفت دست خدا رسید. گفت من جایی بودم، در سفر بودم، وقت زن طلاق گرفت از من برگشتم به خانه. میگه در خانه خیلی اسباب گناه زیاد داشتم، کامپیوتر، ماهواره، تلویزیون، همه چیز در خانه بود، اسباب گناه، آلات موسیقی، ضبط صوت، همه چیز داشتم. وقت خدا ببیند توجه تو را، وقت خدا ببیند دل تو را، وقت الله ببیند که تو مثل ماهی که از آب گرفته شده بیقرار شدی با گناه، اون وقت دیگر دست بلا کیف خدا میرسد و دست دل تو را بالا میکشاند. گفت برگشتم به خانه، وقت وارد خانه شدم دیدم که دزد داخل خانه شده. و خدا قسم میگه دزد هیچ چیز را نبرده، تمام آلات گناه و معصیت را از خانه من دزد برده است. کامپیوتر نمانده، ضبط صوت نمانده، همه را برده. میگه خیلی ناراحت شدم، گفتم اشکال ندارم میخرم، چون پول نداشتم. گفتم تازیش میخرم، پول نداشتم. گفتم یک چند وقت در تاخیر میاندازم، باز پول پیدا کردم میخرم. گفت یک روز نشسته بودم تلویزیون روشن کردم، جایی دیدم که یک شبکه عربی هست، اونجا یک عالم صحبت میکنه درباره اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. گفت وقت من این شبکه را تعقیب کردم، ناخودآگاه قلبم میگفت که بگذار که آرامش تو در اینجاست، بگذار که قرص مسکن را پیدا کردی. گفت این عالم بسیار به شیوه زیبا هم صحبت میکرد. گفت از یکی از صحابه پیامبر عبدالله ابن رواحه حرف میزد، در یکی از آیه های قرآن الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. میگه هیچ کدام از شما نیز ای بشریت، ای انسان ها، هیچ کدام از شما نیست مگر یک بار داخل جهنم میشوند. وقتی از سر پول صراط عبور میکنند، این پول صراط به متن جهنم کشیده شده، در سر جهنم کشیده شده. هیچ کدام از شما نیز ای بشریت، ای انسان ها، مگر اینکه از این جهنم عبور میکنید. بعضی ها عبور میکنند، بعضی ها دخول میکنند، داخل میشن به جهنم. وقتی این آیه نازل شد، روز عبدالله ابن رواحه سر خود را در آغوش زن خود مانده بود، شروع کرده بود به گریه، گریه میکرد. زنش وقتی دید عبدالله گریه میکند، بی هم شروع کرد به گریه کردن. عبدالله سر بلند کرد، گفت ای زن چرا گریه میکنی؟ گفت تو چرا گریه میکنی؟ به گریه تو من گریه میکنم؟ گفت ای زن، امروز آیه از آیه های قرآن به یادم آمده که خدا میگه همه تان داخل جهنم میروید، اما من نمیدانم که خدا ورود را گفته اما صدور را نگفته که من بیرون میشوم یا نمیشم. گریه ای من به خاطر این است. این جوان میگه وقت من این را شنیدم، 360 مفصل وجود من به لرزه آمد که سبحان الله، اصحاب رسول خدا که کل زندگی خود را فدای الله و دین کردن، این اندازه میترسن که به جهنم نروند. منی که 26 سال یک بار سر به سجده نگذاشتم، در 26 سال سجده نکردم، در 26 سال دستو را بلند به سمتش نکردم، حال من چه شود روز قیامت؟ گفت از این بیشتر شد. این صحبت میکرد، باز ذوالجوشن گفتنی کسی پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد بعد از غزوه بدر. رسول خدا برش گفت بیا اسلام بیاور، مسلمان شو. گفت نه. گفت چرا؟ گفت به خاطر که قوم تو را دروغگوی میگن و تو را از مکه بیرون کردن. من میبینم اگر سر قوم تو غالب شدی، مکه را فتح کردی، خود مسلمان میشد، و اگر مکه را فتح نکردی، من مسلمان نمیشد. بعد وقت فتح مکه شد، ذوالجوشن مسلمان شد. همیشه انگشت خود را میگزید، ای کاش همون زمانی که رسول خدا گفته بود ایمان بیاور، ایمان میآورد. کاش از همون اولین میشدم. عزیز من فرصت کم است، یکم وقت فرصت نمیرسه.
بعضی ها را برش فرصت داده میشه، بعضی ها برش فرصت نیست. خیلی ها گفتن توبه میکنیم، باز توبه میکنیم، حال وقت است دیگه، فرصت نبود، اسرائیل آمده و خفکش کرد و رفت. گفت وقتی این داستان بیان کرد، میگه من گفتم که همین وقت، ای کاش وقتی که من جوان شده بودم همون وقت برمیگشتم به سمت خدا. بعد از جوانی من تقریبا 12 سال میگذرد، 12 سال میگذرد، 12 سال هنوزم هدایت نشدیم. گفت همین بود که دیدم دیگر آرامش به جان من پیدا شد. میگه از این طرف ماه مبارک رمضان هم آمد. وقتی داخل این ماه شدم، میگه من گریه رو بلد نبودم. گاهی وقت میدیدم که قرآن خوانده میشد، بسیار جوانان پشت سر امام فریاد میزدن. میگه من تلاش میکردم گریه بکنم، اشک از چشمان مجاری نمیشد. ولی میگه وقت ماه مبارک رمضان شد، شب از شبها با بسیار غیرت و شهامت تصمیم گرفتم که امشب ساعت 2 شب بلند میشه. میگه زیاد عذر کردم خدایا که خدایا من ساعت 2 شب و میشه بلند کن. میگه بار اول است، بار اول است که من تهجد میخوانم. میگه وقت ساعت 2 شب بلند شدم، دیدم یک نشاط به من هست، کسالت ندارم، سستی و تنبلی ندارم. رفتم طهارت گرفتم. گفتم این که آمدم جای نماز را اندختم و رو به طرف قبله، الله اکبر. میگه با مجردی که این نام را گرفتم، الله اکبر، میگه موها در بدن مسیح شد، شروع کردم به گریه کردن. دیگر توقف نشد، دیگر توقف نشد. وقتی الله اکبر، یک بار خوب بگو عزیز من، الله اکبر. گفت وقتی این نام به زبان من جاری شد، دیگه شروع کردم به گریه کردن. گفت به خدا قسم این شب آغاز منفجر شدن چشمه های چشم من بود. گفت دیگر نه شب بدون گریه بودم، نه روز بدون گریه بودم. و بعد در آخر یک توصیه میکنه به جوانان، میگه ای جوانان، به خدا قسم من گناه را چشیدم، تلخ بود. هر گناهی که تو تصور کنی من چشیدم، تلخ بود. هر گناهی که انجام دادم، ناآرامی من بیشتر شد، بیقراری من بیشتر شد. بو توصیه میکرد که جوانان، به خدا قسم بار اولی که سر به سجده به خاطر او ماندم مخلصانه، چنان لذت گرفتم، چنان لذت گرفتم، چنان مزه احساس کردم که همه غذاهای دنیا را اگر جمع بکنین به اون اندازه لذت ندارد. او پیام مانده بود به جوانان که ای جوانان، از من 12 سال بدون یاد خدا سپری شده، شما وقت دارید برگردین به سمت الله. ترس از الله عزیزت می کند، آرام جانت است. آیه از فراز آسمان نازل می شود، و تضحکون ولا تبکون، ای آیه است از سوره نجم. در این آیه الله چی میگه؟ و تضحکون، شما با استهزا و تمسخر میخندید، ولا تبکون، گریه از ترس خدا نمی کنید. و تضحکون ولا تبکون، شما میخندید گریه نمی کنید از عذاب خدا. وقتی این آیه نازل می شود، پیامبر تشریح می آورد، می بیند که اصحاب صفه همه به گریه هستند، صدا می زنند چرا گریه می کنید؟ میگه یا رسول الله، الله گفت و تضحکون ولا تبکون، شما می خندید گریه نمی کنید. میگه وقتی این آیه را به پیامبر خواندند، نبی علیه السلام نشست و شروع کرد به گریه کردن، همه یک جا گریه می کردن. رسول خدا فرمود لا یلج النار
من بکت من خشیت الله، داخل جهنم نمی شود کسی که از ترس خدا گریه بکند. لا یدخل الجنه مصر على معصیه، داخل بهشت نمی شود کسی که اصرار به گناه بکند و از گناه برنگردد.